سلام، وقت شما بخیر. بیننده های عزیز توجه نمایید به خبر ده از تلویزیون تمدن. وزیران خارجه روسیه، چین، ایران و وزیر دفاع پاکستان در دیدار در حاشیه نشست سازمان ملل در نیویورک وضعیت افغانستان را بررسی کردند. طرفین در این نشست تاکید کردند که هیچ بدیلی برای گفتگو و ایجاد روابط با کابل وجود ندارد. سید عباس عراقچی وزیر خارجه ایران گفته گروه های تروریستی مانند القاعده و داعش امنیت منطقه را تهدید میکند و امریکا و ناتو با حضور 20 ساله در افغانستان مسئول بسیاری از مشکلاتی هستند که افغانستان و همسایگانش با آن دست و پنجه نرم میکنند. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان نیز در 79مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل گفته خواستار عادی‌سازی شرایط در زودترین فرصت ممکن در افغانستان است. وزارت دفاع از فراغت 947 تن از نیروهای خاص از مرکز تعلیمات فرماندهی فرقه قوتهای خاص در کابل خبر داد. سرپرست وزارت دفاع در این مراسم گفت نیروهای خاص در برابر هر نوع تهدیدی که امنیت و استقلال کشور را به خطر اندازد به طور قاطعانه دفاع خواهند کرد. ملا محمد یعقوب مجاهد نیروهای خاص را به عنوان دژ مستحکم و شکست ناپذیر در برابر دشمنان مردم و نظام اسلامی توصیف کرده است. او تاکید کرده که این نیروها با استفاده از تجهیزات مدرن و آموزش‌های مسلکی در برابر هر نوع تهدید آماده دفاع قاطعانه هستند. نماز عبادت سیاسی جمعه با حضور گسترده نمازگزاران در مساجد مصلاها و حسینیه های پایتخت برگزار شد. خطیب نماز جمعه غرب کابل در یکی از خطبه های خود بر اخوت و یک پارچگی مسلمانان در برابر توطئه های بیرونی تاکید کرد. او همچنین با اشاره به جنایات رژیم اسرائیل علیه مردم مظلوم فلسطین در غزه گفت باید مسلمانان برای توقف این جنایات و دفاع از مقدسات متحد شوند. فاز اول کارخانه ذوب آهن کابل فولاد در پارک صنعتی هرات افتتاح شد. این کارخانه در تولید سیخ گل و دیگر محصولات فولاد فعالیت دارد. در همین حال کار فاز دوم این کارخانه با حضور سرپرست وزارت صنعت و تجارت والی هرات و سایر مقام های محلی این ولایت آغاز شده است. گفته شده کار فاز دوم این کارخانه با سرمایه گذاری 18 میلیون دلار شروع شده که سبب توسعه فعالیت این کارخانه خواهد شد. و خبر اخیر این که از اثر سرشدن سیلاب در ولایت ننگرهار 3 تن جان باختند و دست کم 20 تن دیگر زخمی شدند. منابع محلی گفتند که سیلاب ناشی از بارانهای شدید در ولسوالی کسکنر ننگرهار در کنار تلفات جانی 150 خانه را نیز ویران کرده است. بنابر گزارش ها سیلاب ها در مهترلام مرکز ولایت لغمان و ولسوالی الینگار این ولایت نیز خسارات هنگفت مالی به بار آورده است. این در حالی است که ریاست هواشناسی از بارانهای شدید و جاری شدن سیلاب ها در 12 ولایت کشور هشدار داده بود. بیننده های عزیز، این خبری ده بود که تقدیم حضور شما گردید. وقت بخیر.